امروز در اخبار بین الملل، دیپلمات‌ها در وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگویند ایران از ماه می تا کنون به شمار چرخه‌های غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای نتنز نیافزوده است، در حالی که به گزارش امروز رویترز در 3 سال قبل از آن مرتباً بر تعداد آن چرخه‌ها افزوده شده بود. برخی دیپلمات‌ها و تحلیلگران میگویند کندی رشد عملیات غنی‌سازی اورانیوم در ایران به احتمال زیاد به دلایل فنی بوده و با توجه به اینکه ایران بارها درخواست توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را نادیده گرفته بود، احتمال درمیان بودن دلایل سیاسی برای کاهش فعلی آن فعالیت‌ها ضعیف‌تر از دلایل فنی است. قرار است آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تازه‌ترین گزارش خود را درباره ایران در این هفته منتشر کند. انتظار می‌رود آن گزارش بر انگیزه قدرت‌های غربی برای در نظر گرفتن تحریم‌های شدیدتر علیه ایران به دلیل فعالیت‌های مناقشه برانگیز هسته‌ای آن کشور بیفزاید. 4 سرباز آمریکایی امروز در اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در جنوب افغانستان کشته شدند. به این ترتیب سال 2009 پرتلفات ترین سال برای نیروهای خارجی از زمان سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 تاکنون بود. با تلفات تازه، شمار سربازان خارجی که در سال میلادی جاری در افغانستان به قتل رسیدند به 295 نفر رسیده است. پیش از آن سال 2008 پرتلفات ترین سال بود که طی آن 294 سرباز جان باختند. این تلفات نشانگر وخیم‌تر شدن پیوسته خشونت‌ها در سراسر افغانستان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، از ماه مارس 2009 تا کنون شمار تلفات سربازان غربی در افغانستان بیش از جمع تلفات در سال‌های 2001 تا 2004 بوده است. برنامه گذاران جشنواره فیلم ونیس دیروز اعلام کردند که حنا مخملباف، کارگردان ایرانی، فیلم خود را درباره اعتراضات پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران برای نخستین بار در آن جشنواره به نمایش خواهد گذارد. آن فیلم که روزهای سبز نام دارد، خارج از بخش مسابقه جشنواره که از 2 تا 11 سپتامبر برگزار می شود، نمایش داده خواهد شد. یکی از سخنگویان جشنواره به خبرگزاری فرانسه گفت فیلم اکنون در ایتالیا است و آن کارگردان جوان مشغول ویرایش نهایی و امور پس از اتمام فیلم برداری در یک محل پنهانی است تا از سانسور شدید ایران به دور بماند. حنا مخملباف دختر 21 ساله کارگردان مشهور ایرانی محسن مخملباف است. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com.